الله اكبر ولتست مهمان ویژه این رزمایش سامانه 15 خرداد که کمتر از 6 ماه به نیروی پدافند هوایی ارتش تحویل شده. سامانه منحصر به فرد در سیستم راداری و موشک‌های صیاد 3 برای شکار اهداف برد بلند. شلیک به فضل الهی و عنایتی که خدا به ما داشت موفقیت آمیز بود. هدف مورد اصابت قرار گرفت. 4, 3, 2, 1, 5. 15 خرداد و مرصاد متحرک در این رزمایش رکورد زدند. فاصله کشف تا انهدام زیر 15 ثانیه. موقعی که سامانه رو خرید از خارج میکنن به تبع بزرگترین مشکل در بهره برداری و در تعمیر و نگهداری این سامانه در آتیست که الحمدلله رب العالمین وقتی سامانه داخلی است این مشکلات رو نداره. حس خوبی دارم، تجربه خوبی تو این رزمایش بودم. در کنار پهپادهای مهاجم نیروهای نارنجی برای نخستین بار در رزمایش مدافعان آسمان ولایت 98 پهپادهای رهگیر نیروی پدافند هوایی ارتش با انجام عملیات اسکرامبل یا همون تعقیب واکنش سریع هواگردهای با و بدون سرنشین نیروی نارنجی رو رهگیری و منحرف کردند. لطفاً رادار رو فول بفرستید. فرماندهان عالی رتبه ی حاضر در این رزمایش نتیجه بخش بودن نقشه ها و اصابت های دقیق رو تایید کردند. ما الان دیگه اجازه نمیدیم که دشمن بخواد نزدیک بشه و به ما حمله بکنه. از فاصله بسیار دور این توان در ما هست، در سامانه های ما هست که بتوانیم از فواصل دور هدفهای خودمون رو مورد اصابت قرار بدیم و اصلا اجازه ورود به فضای مقدس جمهوری اسلامی ایران رو ندهیم. برگزاری رزمایش مدافعان آسمان ولایت، جناب احمدی، زمینی که خدمتون عرض ادب دارم، خواهش میکنم جمع‌بندی گزارش های خودتون رو برای بینندگان عزیز بفرمایید. و هموطنان عزیزم، تقریبا کمتر از یک ساعت قبل بود که رزمایش مدافعان آسمان ولایت 98 در منطقه عمومی سمنان کار خودش رو پایان داد. تیم‌های ارزیاب، داوران و پیشکسوتان حوزه پدافند و نبردهای هوایی اعلام کردند که نیروی آبی که همون نیروی خودی و پدافندی بود تونست بالاترین امتیاز رو در این رزمایش کسب کنه. یکی از ویژگی‌های این رزمایش حضور F-14 نیروی هوایی در تعامل با شبکه یکپارچه پدافندی کشور برای گسترش سامانه‌های راداری چه از زمین و چه از هوا بود که پوشش بی‌نظیری رو به اذعان فرماندهان حاضر در اینجا ایجاد کرد. اما جمع‌بندی این رزمایش دو روزه که البته گسترش چندین روزه از قبل داشته در این منطقه رو با سخنگوی رزمایش هستیم. امیر، خدا قوت میگم، بفرمایید که ویژگی‌های این رزمایش چه بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که فرمودید نیروی آبی با حداکثر امتیاز رزمایش رو به پایان رسوند، الحمدلله در یک محیط امن با ایمنی کامل بدون هیچ حادثه‌ای خدا رو شکر رزمایش به پایان رسید. رزمایش رو با ویژگی‌های خاص انجام دادیم. اولین اقدام پدافند که کار کشف هست رو در هر سه فرایند کشف، یعنی شامل سامانه‌های رادری، سامانه‌های بصری و سامانه‌های پسیو مربوط به اطلاعات شناسه الکترونیک، کار انجام شد که در نوع خودش خاص و بی‌نظیر بود. سامانه‌هایی که وارد سامانه مجموعه رز و سیستم پدافند شده بود در امسال مثل سامانه 15 خرداد در میدان عمل تست شد. سامانه‌هایی مثل ذوالفقار و خاتم در یک محیط رزمی امتحان پس دادند و مورد ارزیابی قرار گرفتند. همونطور که فرمودید رزمایش یک رزمایش بسیار خوب بود. حداکثر استفاده رو هم اساتید کردند، اساتید مجموعه دانشگاه فرماندهی ستاد، دانشگاه خاتم و دانشجویان حضور فعالی داشتند در رزمایش. این باعث میشه که ما لحظه به لحظه امیدوارتر بشیم و لحظه به لحظه کار رو با قدرت بیشتر پیش ببریم و خدا رو شاکریم که این کار هم و این مأموریت هم به خوبی و خوشی انجام شد. خیلی متشکرم. طبق ارزیابی فرماندهان
جایگاه نیروی پدافندی جمهوری اسلامی ایران همچنان جایگاه رتبه اول در منطقه هست با توجه به سامانه های بومی و به ویژه آموزش بومی. خدا قوت میگم به همه عزیزان، در خدمت شما و هموطنان عزیزم هستم.